مدیر کل بیمه های اجتماعی در حکومت با مطرح کردن موضوع احتمال فروش جزایر کیش و قشم برگ دیگه از طرح‌های خائنانه درونی رژیم رو فاش کرد. هرچند که این موضوع به قیمت برکناری خودش از منصبش تموم شد. اما تاریخ ایران زمین در گذشته شاهد سیاست‌های میهن برباده زیادی بوده و بخش‌های وسیعی از کشورمون به خاطر خیانت سلاطین بیکفایت از دست رفته. آیا مردم ایران باز هم شاهد وقوع چنین رخدادهای تلخی خواهند بود؟ برای بررسی این موضوع همراه هستیم با آقای عزیز پاکنژاد. به شما خوش آمد میگم آقای پاکنژاد. خیلی ممنون که تونستید برای این گفتگو بیاین. منم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون ایران آزادی سلام عرض می‌کنم. ابتدا می‌خواستم صورت مسئله رو مقداری باز کنید که این حرف مقام رژیم که میخوان جزایر رو بفروشن چقدر جدیه؟ توی این رژیم همه جورش رو دیدیم. قراردادهای مخفیانه که مردم از اون خبردار نمیشن. اینا یکی از سیاست‌های خائنانه و وطن فروشانه این رژیم همیشه بوده که با دولت‌های مختلف برای نگه داشتن حاکمیت و پر کردن جیباشون قراردادها رو امضا می‌کرد. و وقتی هم یه چیزی درز میکرد از درون خودشون پاسخ روشن و واضح به این قضیه نمیدادن. بنابراین این موضوع میتونه واقعیت داشته باشه. دو حالت داره، یکی اینکه این مورد در حد طرح ارائه شده و یا اینکه واقعا قبلا یک سری اقدامات در این مورد انجام دادن و این سجاد پادام مدیر کل بیمه اجتماعی اومده درز داده، حالا آگاهانه یا غیر آگاهانه. اون چیزی که مهمه نقطه حرکت چنین طرح‌های به قول شما میهن برباده این رژیم نابکاره، به این معنی که وضع اقتصادی دولت بسیار خرابه، در حد ورشکستگی اقتصادی تعریف میشه. بنابراین مثل موارد دیگه خود دولت و نظام در این مورد میخوان عکس العمل مردم رو ببینن و ارزیابی کنن، چون این دو جزیره گمنام نیستن، مردم روی اونا بسیار حساسن. در این مورد اونا میخوان عکس العمل عمومی رو ببینن که این عکس العمل عمومی باعث برکناری این فرد شد و رسوایی براشون به بار آورد و مجبور شدن تکذیب بکنن. اصولا فروش این جزایر معنیش اینه که اجازه میدن به کسانی که اینا رو میخرن تا هر جور که میدونن اونا رو اداره کنن و کسانی که به این جزایر رفت آمد میکنن یا در آینده خواهند کرد زیر قوانین خارج از رژیم قرار میگیره. اینکه این جزایر قراره به بخش خصوصی فروخته بشه یک حرفه، یا اینکه به یک دولت خارجی بخوان اون رو بفروشن که اون به معنی جدایی از ایران. اینا قبلا در مورد بعضی از اسکله‌های نفتی این کار رو با کشورهایی مثل پاکستان، مثل هند، مثل چین انجام دادن تا تحریم‌ها رو دور بزنن، تحریم‌های مربوط به اتمی و غیره. و اونا هر کاری دلشون میخواد در اونجا میکنن، این کسانی که باش قرارداد بستن. این داستان جارو کردن کف دریا توسط ماهیگیران چینی که باعث بیکار شدن کارگران در مناطق جنوب و خلیج فارس شد رو دیدیم و قبلا بوده. در هر حال این رژیم از این کارا ابایی نداره و باید دید چگونه پیش میره و اکثر عمل مردم چگونه خواهد بود. بله. خب اگه میشه کمی هم در مورد سابقه تاریخی این وطن فروشی توسط حکومت‌های قاجار و پهلوی برمون بگین، این قراردادهای ننگین در چه شرایط سیاسی و اجتماعی صورت گرفته بود؟ ببین در این مورد که سوابق تاریخی بسیار سیاه هستند. تاریخ ایران در زمان این دوتا سلطنت قاجار و پهلوی شاهد قراردادهای ننگینی بوده که زخم عمیقی در حافظه تاریخی مردم ایران به جا گذاشته. هر کجا که صحبت میشه واقعا با درد در این مورد صحبت بکنن کسایی که هستن و در این مورد می نویسن یا صحبت بکنن. عهدنامه های گلستان و ترکمنچای که خیلی معروفن، که در اونجا قفقاز و ارمنستان و مناطق غربی گرجستان و اینا رو به روسا دادن در زمان فتحعلی شاه قاجار، که بعدم سه ایالت دیگه قفقاز، ایروان و نخجوان و بخشای دیگری از تالش باز رفت زیر سلطه روسا قرار گرفت. در همون جا در همون زمان حاکمیت ایران و دریای خزر هم محدودتر شد. در همون زمان پیمان آخال هست
که به موجب اون ترکمنستان در سال 1260 در زمان ناصرالدین شاه رسما از ایران جدا شد و جزئی شده از خاک روسیه تزاری در اون زمان، یا قرارداد گولد اسمیت که در دوره قاجاریان بازم منعقد شد که به موجب اون بخش بزرگی از بلوچستان ایران به انگلستان واگذار شد و مدت‌ها هم تحت عنوان بلوچستان انگلیس شناخته می‌شد، یا قرارداد استعماری 1919 بین ایران و انگلیس که با وثوق الدوله بستن در زمان احمدشاه که به موجب اون قرارداد کلیه تشکیلات نظامی و مالی ایران تحت نظارت انگلیسی‌ها قرار گرفت. این قانون کاپیتالیسیون مردم دچار اون کرد و همینطور امتیاز راه آهن و راه‌های شوسه ایران هم به اونا واگذار شد، یا عهدنامه پاریس که ناصرالدین شاه تعهد داد به انگلیسی‌ها که هرات و تقریبا تمام خاک افغانستان رو تخلیه کنه و هیچ ادعایی هم راجع به حکومتش در هرات و تمامی افغانستان نداشته باشه و از اونا دست برداره. از اینا خیلی زیاده. قرارداد سعدآباد در 1316 در کاخ سعدآباد تهران که بین 4 تا کشور ایران و عراق و ترکیه و افغانستان بسته شد به خواست انگلیس، که اونجا هم باعث از دست رفتن بخشی از مثلا منطقه آرارات رو به نفع ترکیه، بخشایش دادن به ترکیه، اختیارات ایران در امر کشتیرانی محدود شد در اروند رود که در سلطنت رضاخان اتفاق افتاد، روستاهای کردی قسمت کردستان و بخشی از اروندرود رو به عراق دادن، همینطور فیروزکوه رو در شمال خراسان به شوروی تسلیم کردند. روز سر همه اینا در شهریور 1320 که نیروهای روس و انگلستان بدون هیچ مقاومتی اومدن سراسر ایران اشغال کردن، اومدن تو قلب تهران نشستن و رضاخان رو با اون حقارت از تخت پادشاهی به تبعید فرستادن و پسرش رو جاش گذاشتن. خود پسرش هم محمد رضا شاه در وطن فروشی دست کمی از پدرش نداشت و امتیازهای مختلفی به کشورهای استعماری داد تا پای حکومت خودش رو محکم بکنه و در نهایت هم دیدیم، مثلا من خودم هم یادم بحرین رو در فشار انگلستان، یعنی انگلستان فشار رو بحرین رو واگذار کرد. اما بعدا برای خالی نبودن عریضه گفتن که در عوضش جزایر سگانه رو گرفتن، همین تنب بزرگ و کوچک و ابو موسا رو که الان اختلافات هم روشون زیاده. اینا همش از بیکفایتی و تنپروری و مزدوری این پادشاهان در فرمانبرداری از اربابانشون بر سر مردم ایران اومده، بر سر کشور ایران اومده، که اونم با در فقر و ناآگاهی نگه داشتن مردم ایران این خیانت ها به ملک و مملکت شده. حالا در قرن 21 نظام ددمنش آخوندی با اشکال مختلف به ایران فروشی پرداخته و در پنهان هر کاری داره می. خب اگه میشه بس به این بپرزیم که این حرفایی که بقایای سلطنت در مورد تمامیت ارضی ایران میزنن چیه؟ چون با تاریخ هیچ سازگاری نداره و اینا روایت نیست، اینا تاریخ ایرانه. بله، این دیگه از طنزهای تاریخه که بقایای سلطنت مدفون، اونم با ترفندی شناخته شده و رسوا، اونم در قالب همین چیزی که فرمودید حفظ تمامیت ارضی، اومدن به هموطنان کردمون، به هموطنان عرب ما مارک تجزیه طلبی میزنن، که اینها البته از زور فلاکت و منفوریتی است که در بین مردم دارن. اینا رو میگن تا طلبکار باشن و تازه اینها فقط به ملیت های ایران انگار رو نمیزنن، به همه مردم میگن که شما خطا کردید که ما رو دور انداختید و باید جزای این کارتون رو ببینید. برای این کارم واقعیت اینه که با تمام قوا دارن به سرپا نگه داشتن، سرپا موندن این نظام لرزان آخوندی سوخت رسانی میکنن تا سرنگون نشه، به جنایتش در حق مردم ایران ادامه بده. این واقعیت تلخه که در عرض این 8 ماه گذشته، از 8 ماهی که از قیام انقلابی مردم میگذره، برای همه تقریبا آشکار شده که اینا نقششون از این کارا چیه. اینا خودشونو مجبور مثلا میگم تنزه، اینا خودشونو مجبور و پاسخ به اعمال پدرانشون نمیدونن، اما یه خط در میون میان اون دوره ننگین رو به رخ ایرانیان میکشن که اون زمان بهتر از این زمان بود
چون الان حاکمیت آخونداست و از اونها بدتره. صحبت از تمامیت ارضی اصولا برای مخفی کردن سابقه پدرانشونه و ایران فروشیه که اونا کردن، دست پیشو میگیرن که پس نیفتن. این کارا رو بقایای سلطنت الان ما داریم میبینیم، بقایای سلطنت بخصوص حول بچه کم عقل شاه، و اتفاقا با کمک همون محافل و قدرت‌های استعماری، اما با روش‌های جدید دارن انجام میدن. اونا ایران رو زیر نفوذ خودشون، زیر سلطه خودشون میخوان، اونا با کمک عوامل و سمبل داخلی که تعیینش میکنن، و چه کسی سرسپرده تر و وفادارتر و ضد ایرانی تر از بقایای سلطنت که انقیاد سیاسی و فکری خودشون رو به اینا نشون دادن. همین ماه گذشته طرف رفته با کوبیدن سرش به دیوار و نطفه بار دیگه به اینا این سرسپردگی رو اعلام کرده. خب حالا برگردیم به کسی که سودبرنده این ماجراست، یعنی همین حاکمیت ولایت فقیه. در زمان حکومت آخوندها هم شاهد امتیاز دادن‌های خیلی زیادی به کشورهای دیگه از جمله دریای خزر به روسیه و آبهای خلیج فارس به چین و سایر کشورها هستیم که خودتون هم قسمتیشو فرمودین. هدف خامنه‌ای از این وطن فروشی‌ها چیه؟ این به قول شما وطن فروشی‌های جدید رژیم در قالب و محتوای یک سیاست منطقه‌ای با همسایگان از موضع فلاکت و ضعف هست که در مقابل مردم ایران برای خودش ترسیم کرده و عمل میکنه بهش. در سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه که اتفاقا توسعه طلبی که از اجزای اصلی اونه و خیلی هم براشون مهمه برای موندن در، اما میبینیم که تسلیم و سازش و کرنش در مقابل قدرت‌های بزرگ با دادن امتیازات به اونا، این سیاست سوق الجیشی اون رو به این فلاکت انداخت، برخلاف کارهایی که با کشورهای در کشورهای ضعیف به اصطلاح یا کم قدرت تر از خودش در منطقه میکنه. این دخالت‌های آشکار که در همه امور داخلی این کشور رو داره، در مقابل فشارهای بین‌المللی از طرف اروپا و امریکا نیاز داره به چین و روسیه تا تعادل برقرار کنه. یعنی معنیش اینه که با قدرت نمایی در مثلا عراق و یمن و لبنان و سوریه مسائل داخلی ایران رو و قیام مردم رو تحت شعار قرار میده، مثل ادامه دادن به جنگ خارجی در گذشته که دیدیم چه سودی میبرد در این مورد برای سرکوب جنبش‌های داخل، و از طرف دیگه با حراج منابع طبیعی به چین و روسیه وارد یه معادله خطرناک اما فعلا پرسود برای خودش شده که داریم میبینیم. انگیزه اصلی ولی فقیه همونطور که همه میدونن و بارها گفتیم موندن در حاکمیته، که اونو با کمک این دو ابرقدرت الان در حال حاضر و با سرکوب داخلی و این گربه رقصانی هایی که با اروپا و امریکا تا حالا کرده داره پیش میبره. از پیچیدگی سیاست و تلاقی منافع قدرت‌های بزرگ در منطقه خاورمیانه مثلا استفاده می‌کنه، با فروش منابع کشور به قیمت در فقر و سرکوب نگه داشتن مردم داره حکومت می‌کنه. این راهیه که پیدا کرده و دنبال می‌کنه و هیچ چیز دیگه براش مهم نیست. مردم هم تمام اجزای این سیاست رژیم رو می‌بینن که در شعاراشون اونو نفی میکنن و خوب میدونن چه خبره و مثل گذشته بیخبری تو کار نیست و از خودشون و میهنشون دارن دفاع میکنن. دقیقا سوالم همینجا پیش میاد که مردم که دست این رژیم رو خوندن و تو شعاراشون به وضوح بر علیه این میهن فروشی موضع‌گیری میکنن، پس اگه خامنه‌ای میبینه که این سیاست به ضررشه چرا به همین روند ادامه میده؟ به نظر من خوب میدونه که آینده ای نداره و این کارها روزی یخشو میگیره، اما در رژیمی که از اول با یک سیاست استعماری روی کار گذاشته شده و ماموریت‌های خودشو خیلی خوب براشون انجام داده و دورش خیلی وقت تموم شده و دیگه باید بره، چه انتظاری میشه داشت؟ یعنی در یک همچه حالتی رژیم قرار داره، همچنان به دامن شرکای خارجی چسبیده، با تمام توان کاری میکنه که نیفته. اونها همین حامیان به اصطلاح خارجیش هم چون آلترناتیو مورد علاقه خودشونو ندارن الان، فعلا این نمایشات مضحک آلترناتیو سازی رو تقویت میکنن تا فعلا این نظام بمونه، وضع موجود رو افتان خیزان بتونه حفظ بکنه.
چون برای اونا این رژیم سود چندانی نداره، ولی از ترس مردم و قیام آتشینشون و بخصوص پیشدازان و شورشگران که در رأس این کار هستن، ترجیح میدن که فعلا به این رژیم سخرسانی بکنن تا بعد ببینن چی میشه. رژیم داره تقلاهای آخرشو میکنه و به فکر فردا نمیتونه باشه که به نفعش باشه یا نه. از این زاویه برای این سوالتون که فرمودید، میگم به فکر فرداش نمیتونه باشه. اینو بسیاری از دستکاران خود رژیم هم بهش دارن میگن مرتب. اما در یک بنبست عجیبی گیر کرده که راه حلی برای اون متصور نیست. از امروز به فردا با تحمیل هزینه های انسانی و مادی از این به مردم داره زندگی میکنه و سرکوب میکنه. امید این استعمارگران قدیم و جدید به اینکه سرانجام بتونن مثل گذشته بر سرنوشت مردم ایران بعد از این رژیم حاکم بشن، این یک واقعا امید واقعی نیست. یعنی اونا چیزی آیدشون نخواهد شد، این موضوع به تاریخ سپرده شده. سناریوی تجزیه آذربایجان و جدایی از ایران که بعد از مسافرت بچهش به اسرائیل مطرح شد، یک ننگ تاریخی برای این بقایای پوسیدی سلطنت به جا گذاشت که دیدیم امروز مردم واقعا میدونن که چی میخوان و مقاومت و پیشتازان اونا در کانونهای شورشی تمامی این خوابای پنبه‌دانه رو به کابوس تبدیل خواهند کرد به نظر من. با سپاس از شما آقای عزیز پاکنژاد که در این گفتگو همراه ما بودین. خیلی ممنون و خدا نگهدار. منم از شما تشکر میکنم به خاطر دعوتی که فرمودید.